امروز میخوام در مورد بحث تعیین استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد و دکترا و مخصوصا ارشد و تعیین موضوع صحبت بکنم. خب من خیلی ایمیل های متعددی دریافت میکنم از دوستان عزیزم، اینا به من ابهاماتشون و سوالاتشون رو و میگن و حتی پیشنهاد میدن که در مورد فلان موضوع شما ویدیو تهیه کنید. طبیعتا اون موضوع اگه مورد علاقه من باشه من این کار حتما انجام میدم، ولی این موضوع اتفاقا جز مواردی بود که من خیلی ایمیل گرفتم. من حداقل 6 7 تا شاید پیام یا تلگرامی و یا ایمیل گرفتم که در این مورد صحبت کنیم. حتی یه پستی هم توی کانالم گذاشتم ولی گویا کافی نبوده، چون باز هم مجددا من یکی دریافت کردم، گفتم چون الان فصل مثل اینکه تعیین اساتید راهنما هست دانشگاه مختلف، خواسته بودن که دوباره من این کارو بکنم. گفتم شاید اون پست زیاد دیده نشه و اینکه کمان نمیشه خوبم توی نوشته صحبت کرد، رو در رو خیلی بهتر هست. ولی این موضوع جزء مواردی بود که اتفاقا من زیاد علاقه نداشتم واقعیت راجبش، چون سوال یکم سختی است پاسخ دادنش، ممکنه خدای نکرده سوء تفاهم ایجاد بشه. شما سعی کنید یه مقدار با دید بازتری حرفای منو گوش بدین. همیشه تاکید کردم که من هیچ وقت به کسی نمیگم چیکار کنید چیکار نکن، ولی من سعی میکنم یک سری حقایقی رو با توجه به تجربیات 15 ساله خودم در امر فقط من یک محقق تحصیلات تکمیلی و هیئت علمی و اینا بیان بکنم. نکته اینجاست که خب اولا که شما وقتی دو تا موضوع اینجا مطرح میشه، اینکه اصلا فلسفتون چیه و هدفتون چیه، دورنماتون چیه. من خیلی روی این تاکید میکنم هر کاری تو زندگی میخواین بکنید فلسفهشو اول مشخص کنین چیه و ویژنتون دورنماتون هم مشخص کنین چیه. اینکه اصلا هدف انگیزتون چیه واسه اینکه چرا میخواید درس بخونید، و دوم اینکه حالا که میخواید درس بخونید به چه آینده‌ای قراره برسید شما. من در مورد اینها ویدیو تهیه کردم، ولی خب دیگه مثلا چرا ارشد میخونین، چرا دکترا میخونین، آیا لزومی داره اون تو مثلا با لیسانس برید اصلا یه جای استخدام بشید کار کنید. این برید این فلسفه و هدف شما در آینده قدم اولی است که شما باید بردارید، تعیین کنید که آیا میخواهید جزء اون دسته ای باشید که من گفتم تو ویدیو که میخواهید برید هیئت علمی بشید، پستاک بخونید، جزء دسته کارآفرین باشید یا جزء افرادی که استخدام هستن و اینها باشید. خب من در همه این حالا توصیه میکنم، ولی خیلی خلاصه بگم توصیه میکنم حتما ارشد بخونیم، ولی که توضیحاتش بیشتر اون یه ویدیوی دیگه است که مثلا ادامه تحصیل بدیم یا ندیم خودش یه رب توضیح نیاز داره. ولی حالا فرض ما اینه که شما تصمیم گرفتید که به هر دلیلی ارشد بخونید، ولی اینجا باید ویژنتون رو مشخص کنید. آیا دنبال این هستید که برید هیئت علمی خارج از کشور بشید یا داخل کشور؟ یکم سخت متاسفانه، خارج هم سخت داخل هم جفت زد. خب اینجا باید یک جور موضوع تعریف کنیم، یک جور باید با بر و تیپ اساتیدی که شاید اچ ایندکس بالاتری دارن و اینا شاید بتونید کار کنید. ولی خب اگه میخواید برید یک کارآفرین بشید، باید اساتیدی که خب یک کارآفرین موفق هستن برید کار کنید. استخدام هم که اصلا هیچی نمیخوادم، برید فقط یه ارشد چیز بگیرید و اینا، بالاخره یه پارتی پیدا کنید که فقط یه جای استخدامتون کنن و اینا. حالا این کاری موند، ولی این پس از اینکه این قضیه تعیین شد قدم اول، قدم دوم شما باید از تابستون شروع کنید. اینا رو توی اون پست نوشته بودم، حالا دوباره دارم میگم. فرایند تعیین استاد راهنما از تابستون شروع میشه، از زمانی که شما از حالا الان که کرونا است یکم برنامه‌ها به هم ریخته، ولی وقتی که رتبه‌تون رو فهمیدید، حتی خودتون هم میتونید حس بزنید با توجه به درصدایی که زدین که کجا قبول میشین، و بعد سعی کنید اون جاهایی که حدس میزنید قبول میشین رو 5 تا دانشگاه، 7 تا دانشگاه، اصلا 10 تا دانشگاه، مثلا همه دانشگاه‌های ایران هستن، اساتیدشو برید پیدا کنید، یه اکسل درست کنید قشنگ اساتیدشو بنویسید. اونایی که البته گرایش خودتون مثلا تبدیل انرژی هست، حالا جامدات هست، هر دانشگاهی ممکنه 5 تا 6 تا استاد داشته باشه، مثلا میشه 50 تا استاد دیگه، و بعد اینها رو هم اچ ایندکسشو در بیارید، تخصصشون رو در بیارید، سعی کنید برید متریک های علمی اینها رو در بیارید. ببینید متریک هایی که من تو ویدیوهای در مورد متریک های علمی صحبت کردم چی هست، و اگر تو وبسایت دانشگاهشون می‌نویسن چه که چه طرح‌های پژوهشی انجام دادن، آیا استادی است که سنتی تره کارآفرینه یا استادی است که از تیپ آکادمیک تره، و هر جفت اینا ارزشمنده، هر جفتش خیلی خوبه. بعد اینم بدونید که به هر حال اگر شما می‌خواید ادامه تحصیل بدین، وقتی که یکی از مهمترین مدارکی که برای دکترا نیاز خواهید داشت یا برای پستاک نیاز خواهید داشت ریکامندیشن، و ریکامندیشن شما را از استاد طبعتا راهنمای شما اگر نداشته باشید یکم شک برانگیزه که چرا استاد راهنمای شما به شما ریکامندیشن نده، حتما باید بگیرید.
و اگر که گرفتید، خب سوال اینجاست که خب وقتی میره به یک دانشگاهی، چون اونا که دانشگاه ایران نمیشناسن، همشون مثلا شما الان میدونن تو لهستان مثلا کدوم دانشگاه، اونا هم همینجوری اند دقیقاً نمیدونن چه جوریه، با توجه به ریکامندیشن و رزومه شما قضاوت میکنن در مورد شما، که حالا بعد با توجه به رزومه استاد شما در مورد شما قضاوت. من خودم مثلا برای استخدام میان هیئت میشدن یا برای دکترا دانش دکترا میان، یه استاد دوره ارشد شما کی بوده، شما با کی هم نفس بودی در دوره ارشد خودت، و خب طبیعتاً میشه قضاوت کرد اون موقع تا حد چون اون سبک و اون اسلوب شاید ادامه پیدا کرده، نه 100% البته، ولی در اوایل شاید باشه، ولی به تدریج خب وقتی انسان مستقل شد دیگه میتونه سبک و سیاق خودش رو ببره جلو. پس از تابستون شروع میشه، شما پس از اینکه فهمیدید که حدوداً 10 تا دانشگاهی که میتونید برید کدوم ها هست، علاقتون رو باید پیدا کنید که شما آیا، من حالا مثال سری لاتین میذارم، دوستانی که رشتهشون سایر موارد هست من عذرخواهی میکنم، حالا من فهوای کلام منو میتونم بگیرم، اینکه آیا من به احتراق علاقه دارم، به نیروگاه علاقه دارم، یا اصلا نت به فضای نانو اسکیل و بحثای واکنش های شیمیایی، از اون ور برید شما به سی اف تی علاقه داری، اصلا میخوای بری روش عددی دیولپ کنی، حالا میخوای صرفا از روش عددی استفاده کنی که جهان آشفته رو مدل سازی کنی، خیلی وسیعه، مبدل های حرارتی، جهان های تراکم پذیر، کدوم اینا رو شما میخوای؟ مثلا به این رشته ای میخوای کار کنی؟ شما دوست داری مثلا بری ترمال استرس بین توی کامپوزیت و شبکه بینابینی هست بحث بکنی، یا تو ساخت و تولید باشه؟ خب اینا رو سعی کن. حالا ممکن بگیم از کجا بفهمم که اینا؟ خب میگم بالاخره شما درسایی که در دوره کارشناسی گذروندین تا حدی به شما نشون میده، مثلا خب مبدل حرارتی بالاخره 13 15 20 واحد شما درس اختیاری پاس کردین، یادم درسای اجباریتون، خب مکانیک سیالات حال و هواش با مقاومت مساله خب چه جوریه، یا با دینامیک چه جوریه، ارتعاشات چه جوری، چه فرقی داره با روش‌های نوین تولیدی، مثلا کارگاه، بحث‌های ساخت و تولیدی. از همونجا شما میتونید حس و حال اینو پیدا کنید که آیا شما دوست دارید به ترمودینامیک، انتقال حرارت، یا البته اینا با هم نقاط اشتراک خیلی دارن، هیچ رشته‌ای مجزا نیست ولی تا حدودی به هر حال متفاوت. علت این که دارم میگم اینه که شما وقتی یک دانشگاهی قبول میشین، اگه از پیش تخصص اساتید اون دانشگاه رو ندونید، و اون موقع ممکنه برید ببینید 5 تا 6 تا استاد هست اونجا، 7 تا استاد هست که تخصصشون هیچ کدوم به علاقه شما نمیخوره، یا باید بیخیال شی انتقالی بگیرن جای دیگه که خب تقریبا غیر ممکنه، یا اینکه مجبوری با یه موضوعی کار کنی که مورد علاقت. اگه علاقه شما چیز خاصی نیست که خب هیچی، فبرم هر چی بدی من انجام میدم، هیچ علاقه خاصی ندارم، ولی خب فکر کنم مقدار اینجور نباشه، یعنی خب احتراق اصلا یه دنیایی داره، میکرونن و سیالات یه دنیای دیگه ای داره، خب اینا رو نمیشه هر جفتش با هم بررسی کرد. در نتیجه شما تخصص اساتیدی که دانشگاهایی که هستن رو می مراجعه میکنید پیدا میکنید، علاقتون هم پیدا میکنید، با توجه به حتی یه کار دیگه هم واسه علاقه پیدا کردن میشه انجام داد، و اونم اینه که حتی الان هم دیر نشده، حتی هر دانشگاهی که رفتید همین الان هم درسته که انتخابتون محدود میشه، چون دیگه انتخاب رشتهتون رو کردید به این دانشگاهی وارد شدید، ولی بین همون 6 7 تا 5 تا استادی هم که تو اونجا هست شما میتونید انتخاب کنید، بالاخره دیگه علاقتون رو پیدا کنید، میتونید برید به ویدیوهایی که ضبط شده، مثلا توبو ماشین ها علاقه دارید شما، خب بیان درس توبو ماشین ها رو، مثلا به کمپرسور علاقه دارید، خب من در مورد کمپرسور چند قسمت ویدیو تهیه کردم، برید اونا رو گوش بدید، حال و هواش دستتون میاد که تیپش چجوریه. اگر هم نبود دانشگاه های خارجی حتما دارن، به زبان فارسی ممکنه نباشه، ولی خب شما مثلا در مورد کامپوزیت مطمئنا، من نکردم این کارو، ولی اگه یوتیوب سرچ کنین احتمال قوی کلاس های درس دانشگاه های دیگه خارجی رو انگلیسی، حالا چه اهمیتی، جلسه اولش خیلی مهمه، چون شمای کلی درس رو جلسه اول به شما میده. میتونید برید مقاله هایی که تو اون زمینه چاپ میشه رو توی گوگل اسکالر سرچ بکنید، این منور همین چه مقاله‌ای تو کامپوزیت هستن، تو میکرونانو سیالات، تو احتراق، شکلاشو نگاه کنی که اون حال هواها رو ببینید چی هست. و اگر که پس تو تابستون هستید، سعی کنید رو محور خودتون برید جلو، یعنی ببین علاقتون چیه، و بعد بگردید تو دانشگاه ها، اون 10 تا دانشگاهی که گفتم، ببینید اون زمینه‌ای که مورد علاقه شماست، اساتید شاخصی که حالا متریکای خوبی دارن، اگر کارآفرین خوبی هستن تو اون زمینه، تو کدوم دانشگاه هستن. مبادا مثل دوران دبیرستان اینا بشین از بالا شما یک تا دوره مشاور کنکور اینا بهتون بگه، اصولش اینه، اینطوری باید کار کنی. در دوره ارشد شما استاد محور است، درسته که درس هم داری، خب حالا ممکنه از 6 7 تا درس شما 2 3 تاش هم با استاد راهنماتون باشه، و شما اکثریت دوره ارشدتون رو با استاد راهنماتون نفس به نفس هستی، در نتیجه خیلی در انتخاب استاد راهنما رو فرد حساب کنی، نه رو دانشگاه، دانشگاه چهار دیواری دیگه، چهار دیواری هم همه جا هست. در نتیجه ببین فرد خوب پیدا، دکترا هم همینا،
دکترا هم اینا که دارم میگم از فرق دکتر ارشد اینه که دکترا شما قبل از ورود استادتون انتخاب میکنین، تو ارشد شما پس از ورود میرید با اساتید صحبت میکنین، یکم دکترا شما مجبورید قبلش برید سرچ کنید، چون باید بالاخره یه جایی برید که استاد راهنمایی شما رو قبول کنه دیگه، اصلا کسی قبولتون نکنه هیچ جایی اصلا قبول محسوب نمیشه، تو ارشد قبول میشید، حالا بعد مجبورید با اون 5 6 نفر برید کار بکنید. مثلا یک دانشگاهی هست که اساتیدش بیشتر تمرکزش رو احترام، شما از مثلا من خودم به شخصه از واکنش های شیمیایی مثلا خوشم نمیاد، پس اگه برم یه جایی که از 5 نفر 6 نفر استادی که داره 7 نفر 4 نفرش احتراق کار میکنه، خب یکم دامنه انتخاب من میاد پایین دیگه. و ممکن حتی یک استادی در فلان دانشگاهی در زمینه مثلا نانوسیالات، حالا من اسم نمیارم برای اینکه سوء تفاهم نشه، اصلا تو ایران معروف باشه، توی دانشگاه خاصی است، شما هم اتفاقا به نانوسیالات علاقه دارید با توجه به جستجویی که کردید نا، خب چرا باید فرصت کار کردن با اون شخص رو از دست بدید؟ ولی یه نکته داره اینجا، شما حالا شخصتون رو پیدا کردید، قرارمون هم شد که افراد رو پیدا بکنیم در دوره ارشد، و بعد حالا باید مطمئن بشید که اون استاد ظرفیت داره، یهو پا میشید اون دانشگاه رو انتخاب میکنید، میبینید که بقیه اساتید هم خوب هستن ها، ولی تو زمینه مورد علاقه شما نیستن، بعد میرید میبینید پس اینجا اصلا استاد بنده خدا اصلا فرصت مطالعاتی رفته. در نتیجه همون ایام تابستان قبل از اینکه انتخاب رشته کنیم، پس از اینکه اساتیدتون رو پیدا کردین باهاشون مکاتبه کنین، ایمیل بزنین، خود استادم خیلی کیف میکنه ها، بعد حتما شما رو انتخاب میکنه، چون ممکنه 10 نفر به اون استاد مراجعه کنن، اون گزینش کنه بین شما، و خب وقتی ببینه یه کسی از 2 ماه قبل حتی بگه من میخوام شروع کنم موضوع بدید، اسکایپ باهاتون بذارم، حتی حضوری بیام خدمتتون، چی میشه وقت بگیرید بگید من یه روزی میخوام بیام حضورم، بعد شده این به من آبه، من دو مورد پیش اومده که قبلش به من توی تابستون یه 2 ماه زودتر گفتم من میخوایم با شما کار کنیم و اینا، و خب من میگم این چه آدم حسابیه دیگه، و بران این از قبل فکرش بوده، خب استادم خیلی حال میکنه، انگیزه پیدا میکنه که با شما کار بکنه، برای شما وقت بیشتری قرار بده، و بعد موضوعتون اصلا میفهمید، شروع میکنید به کاری، حدود اصلا از اون موضوع خوشتون نیومد، خب بعد بالاخره تو فرصت دارید عوض کنید، اما وقتی بیاید استاد راهنماتون رو تایید کنید به هر دلیلی، مثلا نمیشه این اتفاق خیلی کم میشه، ولی بخواید عوض کنید موضوع، خیلی کار سختی، تقریبا غیر ممکن هست عوض کردن موضوعی که بالاخره استادم وقت گذاشته 2 ماه 3 ماه پای شما اومده، بعد یهو بگی آقا نمیخوام دیگه ببخشه، خب وقت اون بنده خدا هم تلف میشه دانش. پس اینو این پترنی که من به شما گفتم رو رعایت بکنید که از تابستون شروع بکنید، ایمیل بزنید، اسکایپ بذارید، حضورا مراجعه کنید، مطمئن بشید که اون استاد شما رو میگیره و بگید من حتما ظرفیت داره، اصلا تو ایران حضور داره، الان که مهاجرت اساتید خیلی زیاد شده، عجیب زیاد شده، من واقعا نگران کننده است، کسی هم انگار اصلا براش این چیزا مهم نیست، انگار اینا خیلی راحت مثلا به دست اومدن که اینقدر راحت از بین برن. و بعد حالا در مورد میشه گفت مثلا موضوع نگاهی کنم من مطلب همشو گفته باشم، اگر حالا علاقه شخصی ندارید اینم یه ممکنه باشه، یا به هر طور فکر نکردید اینا، همون بر اساس همون آینده فکر کنید که آیا شما دوست دارید صنعتی کار کنید، کارآفرینی کار کنید، طرح پژوهشی کار کنید، یا نه دوست دارید پتنت ثبت کنید، مقاله بنویسید، آیندهتون چیه، این بر این اساس میتونید به توجه اساتیدی که تو این زمینه‌ها و رزومه خیلی قوی دارن طبیعتاً از همون، من خودم مثلا به زبان خیلی اهمیت میدم، میگم دانشجو حتما باید زبان خوبی داشته باشه، ما قشنگ یه سال جلو میندازه این قضیه رو. در مورد موضوع اگه بخوام صحبت بکنم، خب این خیلی سخت داره دیگه صحبت کردن، ولی این پروسه‌ای که من گفتم اگر طی کنین، شما کلیت موضوعتون رو فهمیدید چیه، مثلا فهمیدید در مورد نیروگاه میخواید کار بکنید، و طبیعتاً استادی که در اون زمینه تخصص داره سالی 2-3 تا مقاله خوب چاپ کرده توی مجلات معروف در اون زمینه، خب شما بعد پیداش کردی باهاش صحبت کردی و ایشون قبول کرده که با شما کار کنه، حالا مراجعه میکنی به اون استاد، پس از اینکه قبول شدید اونجا دیگه و به شکل رسمی دانشجوی ایشون شدی، ایشون باید به شما موضوع پیشنهاد بده، این چهارچوب کارو شما پیدا میکنید که احتراق باشه یا میکرونن و سیالات باشه، ولی ریزه کاری ها رو قطعا باید استاد تعیین بکنه، چون استاد یک مجموعه رو نگاه میکنه، یک تیم تحقیقاتی رو نگاه میکنه، توش ممکنه دانشجوی پست داک باشه، دانشجوی دکترا باشه، دانشجوی ارشد باشه، لیسانس هم باشه، و این کار تیمی شکل میگیره بین اینا، اینجوری نیستش که ارشد واسه خودش کار کنه، دکترا هم واسه خودش کار کنه، من حداقل اینجوری نیستم، و موضوعاتی که هست رو تقسیم میکنم بین دانشجوها جوری که حتی خودشون هم ممکنه نفهمن که این موضوع با اون موضوع رابطه داره، ولی بعد ادغام میکنم با هم یه دانشجو سوم مثال بعد تعریف میکنم که از ترکیب اینها میره جلو، و من میدونم فقط که پروژه‌ای که تعریف میکنم از یه حلقه های زنجیری تشکیل شده، به قدر میگم که رو پروژه هاتون دقت کنید،
چون این یکی از این حلقه های زنجیر اگر پاره بشه کل این زنجیر داغون شده و یک خیانت واقعا به تمام زحماتی که قبلی ها انجام دادن و امکانی که برای بعدی ها میتونست فراهم بشه اگر شما کارتون رو دقیق انجام میدادید که ندادید، ول کردید وسط. چون هر موضوعی هم فقط یه بار قابلیت تعریف داره دیگه، بعد یه بار به لحاظ قانونی تکراری محسوب میشه، اوورلپ داره، دزدی علمی دوپلیکیت کردن یه موضوع داستانی داره. یعنی چه سعی کنین حتما امانتی است که به شما سپرده میشه، استاد به شما اعتماد میکنه و اینو میده به شما. شما اگه خیانت در امانت کنید، آینده چندین نفری که بعد از شما قراره بیاد رو خراب کردید و زحمات قبلیاتون هم به هدر دادید. ولی در این موضوع پروژه، ریزه‌کاری های پروژه، گردنه های پروژه، نحوه مقاله دادن، اینکه باید چجوری تعریف بشه که هم بشه یه کار پژوهشی خوب انجام داده، کار سنتی خوب انجام داده، پتنت خوب ثبت کرد، مقاله خوب زدن، در کلی حرف میزنن. رو استاد میتونه، تجربه نیاز داره. این اصلا اینجوری نیستش که شما بگی من خودم میرم یه موضوع پیدا میکنم. این اصلا مگه میتونی شما این کارو بکنی؟ من خودم بعد این همه سال با نزدیک 40 تا مقاله چیندکس 16 فلان 750 اینم هنوز با احتیاط مقاله تعریف میکنم، موضوع تعریف میکنم، ولی همیشه تو ذهنم اون مقالش هست. یعنی روز اولی که به دانشجو پروپوزال و موضوعشو میدم دقیقاً میتونم تصور بکنم اون مقاله‌ای که چاپ شده چه شکلی است، چه بخشایی داره، چگونه است. موضوع اون تو ویدیوی قبلی در مورد اون آن صحبت کردم، اون آنی که من اشاره کردم آیا داره نداره. ولی شما اصولاً فقط از رزومه من میتونید بفهمید. مقاله‌های قبلی من برید نگاه کنید من تو چه مجلاتی چاپ کردم. از 10 تا مجله من چند تاش جزء مجلات معروف هست. من نمیگم کیوان، چون کیوان اینا همه با اینکه من دارم و من خیلی کیوان دارم خودم، این پکت 13 و خورده ای دارم اینا، ولی اصلا من نه به این پکت اهمیت میدم نه به کیوان، با اینکه اصولا خودم خیلی تو اینجور مجله دارم. ولی ببینید تیپ کاریش چجوریه و این هم میشه موضوع. حالا یه سری موضوعاتی هستش که یه مقدار سخت به نتیجه میرسه، یعنی شما باید 6 ماه 7 ماه کار بکنید تازه برسید به مرز علم و بعد نوآوریتون رو پیاده کنید. کد محاسباتی، زمان محاسباتی 6 ماه، باید هر کد شما یه هفته زمان محاسباتی شد. این یه تیپ پروژه است. یه تیپ پروژه آزمایشگاهیه، یا تیپ پروژه تجربیه. تجربی آزمایشگاه اینا این مثلا شما باید دست باچار باشید، باید پیگیر باشید، برید فاکتور بگیرید، پیش خرید من پولشو بدید، بعد از گرنت استاد بگیرید. یه چنین حال و هوایی داره. ممکنه مثلا بعضی از این خوششون نیاد این تیپ. بعضی دوست دارن پای کامپیوتر بشینن، الگوریتم بنویسن، کد بنویسن. این جنس پروژه است. دیگه ربطی به موضوع نداره. یکی دوست داره ریاضی کار کنه، انتگرال بگیره، حل تحلیلی کنه. ممکنه تو رشته خب ما خیلی حل تحلیلی، تعریف تزی که حل تحلیلی داشته سخت. تقریبا غیر ممکن. من اینکه من خودم مقالهشو دارم، ولی به ندرت. یعنی از این 40 تا مقاله نصف، شاید 2 تا مقاله من حل تحلیلی توش باشه، چون معادلات غیر خطیه فلانه. اینا شما میتونید بگید من دوست دارم برم مثلا یه دونه وسیله آزمایشگاهی رو بسازم. نه یکی ممکنه اینا من میخوام برم یه الگوریتم دیولپ کنم، کد بنویسم. خیلی ذهن من این تیپی، هر همشون هم ارزشمند هستن. و بر اون اساس هم میتونید تصمیم گیری کنید که کار حالا امکانات میخواد کار تجربی. من الان دلار رفته بالا، از این جهت خیلی سخت شده کار تجربی انجام دادن. داریم سعی میکنیم بکنیم، ولی خیلی داریم اذیت میشیم. با طرح پژوهشی گرفتیم، سعی کردیم از اون طریق جبران کنیم و اینا، ولی بازم خب خیلی ماشاءالله دلار داره میره بالا. ولی موضوعاتی هستن که خب خیلی ساده‌تر مقاله میرسن. حالا این شاید باعث شده که بعضی زمینه‌ها هر سال 5-10 تا مقاله چاپ میکنم، بعضی زمینه‌ها هر سال 3 تا مقاله میشه چاپ کرد. ولی 3 تا مقاله 50 صفحه‌ای خیلی پر، خیلی سنگین. بعضی استادا هستن که کارشون تولید مقاله است، خیلی هم کار جذابی نیست این کار، من خودم موافق نیستم. بعضی اساتید هستن که خیلی گزیده کاره، سعی میکنن مقاله هاشون خیلی پر باشه، مثل یک الگویی باشه که کسان دیگر بیان از این الهام بگیرن و اینو به حالتهای مختلفش رو بعد برن اونا ادامه بدن. اما بعضی از همکاران هستن که خب مثلا یه موضوع رو یکم عوض میکنن، یکی دیگه مثلا یکم عوض میکنن. من خودم سعی میکنم این کار نکنم، به خاطر هم خیلی گزیده کارم. خب شما اگه میخواید 3 ارشد تو مثلا 10 تا مقاله چاپ کنید، من با من کار نکنم. اما اگه میخواید 2 تا مقاله چاپ کنید، تو دانشجویان من تقریبا 80% با یه مقاله ISI با کیفیت، نمیگم Q1 هرچی، با کیفیت و معروف دفاع کرده. من اکثرشون یه کنفرانس شرکت کردن، چون من دانشجوام کم میگیرم، سعی میکنم با کم گزیده کار هستم به قول من. این ببین تیپ کاری استاده. خب شما اگه برید اونجا، من الان مقاله آخری که میخوام، اینو مثال از خودم میزنم برای اینکه میخوام تیپ اساتید رو بشناسید که با کدوم با روحیه شما سازگاره. من مقاله آخری که دستم رسید همین 2 روز قبل 30 تا کامنت براش گذاشتم.
یعنی سی تا شماره یک، اینو عوض کن، اونو عوض کن، اینو عوض کن. یک هفته و خورده‌ای داشتم می‌خوندم. حالا دانشجوی بسیار عالی است. حالا خودش میدونه من کی رو میگم. دانشجوی بسیار، یکی از بهترین دانشجوهاست. ولی سی تا کامنت بهش نوشتم. و گفتم اگه اینا رو انجام بدی مقالت جزء مقالات با کیفیت درجه یک میشه. یکی ممکن اصلا نخونده بگه آقا بفرست مثلا فلان جاب جاب. بعضی وقتا یه سری ارتباطاتی هست که حالا بعضی با بعضی دوستن و اینا بر مقاله میره. اینا متاسفانه آفتهایی است که تو بحث علمی وجود داره. یک نکته دیگری هم هست اینه که به هر حال به لحاظ روحی هم شما شاید مهم باشه که با چه استادی کار میکنید. چون بله مخصوصا در دوره دکترا، مخصوصا چون طولانی‌تر. اما در دوره ارشد خب بعضی اساتید میبینی خیلی صمیمی‌ترن. بعضی ها هستن که خیلی خشک و خشن رفتار میکنن، بعضی اعتدال رو سعی میکنن حفظ کنن. بعد شما تو کلاس های درستتون هم حداقل یا حتی همون یه باری که گفتم تو تابستون برید به شکل حضوری استادو ببینید، به خاطر همین تیپش چجور خوشتون میان مثلا با یک چین استاد. چون بالاخره فرض کنیم یک کسی اصلا 1000 تا مقاله داره، ولی خب به لحاظ اون شخصیتی اصلا مورد نمیگم بده، ما اصلا بد نداریم، من مورد نظر شما نیست، با شما جور نیست. خب اینم یه آپشن میتونه باشه. بازم من تاکید میکنم همه این مطالبی که گفتم یه سری تجربیات خودم هست و شما میتونید خودتون با نظر خودتون طبیعتا، اصلا نمیگم به کسی چیکار بکنید یا نکنید. باز اگه موردی، سوالی، ابهامی، چیزی فکر موردی هست که از قلم افتاد، توی کامنت ها با من به اشتراک بذارید.